پس از وقوع انفجار در نزدیکی وزارت کشور ترکیه که گروه کارگران کردستان PKK مسئولیت آن را بر عهده گرفت، جنگنده های ارتش این کشور بخشی از استانهای سلیمانیه و دهوک عراق را به شدت بمباران کردند. به گزارش المیادین، این حملات یک شنبه شب 9 مهر پس از وقوع انفجار در آنکارا پایتخت ترکیه انجام شدند. در پی وقوع این حمله انتحاری 2 سرباز ترکیه زخمی شدند. آنکارا PKK را یک گروه تروریستی می‌داند و هر از گاهی مواضع آنان را در داخل خاک عراق هدف حملات هوایی و زمینی قرار می‌دهد. مقام‌های عراقی این اقدام ترکیه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورشان دانسته و بارها خواستار توقف این حملات شدند. این حملات ارتش ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که رهبران عراق در نشست روز یکشنبه خود گفتند که هر گونه تعرضی به خاک عراق قابل قبول نیست. به گفته آنان، ادامه چنین حملات با حسن همجواری در تضاد بوده و سبب تهدید امنیت عراق و منطقه می‌شود.